سلام، یاور هستم از مجموعه آفریدار با یک قسمت دیگه از پلاگین پارتیکل. خب توی این قسمت ما میخوام به وسیله پارتیکل یه آبجکت رو پودر کنیم. حالا این آبجکت مهم نیست حتی چی باشه، فقط کافیه خاصیت ترانسپرنت یا هم آلفا داشته باشه توی آبجکت ما. من برای اینکه حالا این تکسر رو درست بکنم از المنت 3D اینو آوردم، این نوشته رو ساختم، یک اکسپورت گرفتم به صورت یه فریم. برای گرفتن حالا اکسپورتتونم به صورت فریمی شما کافیه از این قسمت سیف فریم، اینجا فریمی رو که میخواید انتخاب کنید، مثلا اینجا میزنید حالا لایه فوتوشاپی باشه یا جی پیک سکانس بزنید، همون یه فریم رو برای شما سیف میکنه، یعنی فریم رندر نمیکنه، همون یه فریم رو در همون نقطه برای شما رندر میگیره. یه نیو کامپ میسازم، خب این عکس رو که رندر کردم میام میذارم داخلش. این یه عکسه، یعنی یه عکس ترانسپارنت به صورت PNG، احتمال به صورت PNG آوردمش که خاصیت آلفا داشته باشه، JPEG نیاوردمش. خب این یه فریم رو من میام یه دونه ماسک میزنم، یه خطکش شاهدم بذارم اینجا، حالا میام ماسکر رو انیمیت میکنم، مثلا توی 6 فریم این ماسکه بیاد اینجا، میام مثلا تا لبه، بذار بگم تا این لبه بیاد، این لبه خطه بیاد این ماسک، درسته؟ خب حالا اینو دابلیکیت میکنم لایه‌مو، یه دونش رو قفل کنم، بعد میام اینجا این کیل دوم رو پاک بکنم، کلیدی که ساختم، تو کلید بعدی میام این خط فقط جلویه رو میام انیمیت میکنم، گرمش دقیقا همون جایی که اونم بود. خب اینم ویدیوی دومم، یعنی یه ویدیوم شد این، یه ویدیوم هم شد این. خب من اینم بیام ماسکشو معکوس بکنم، یعنی بالای جایی که بیاد از بین بره به این شکل، من اینو پریکام میکنم، اولی رو حالت گزینه وسط میذارم، دومی هم همین شکل، قفلش رو من باز کنم، سورس پارتیکل من بود، اینم لایش رو سبودی میکنم، این قرار سورس پارتیکل من باشه، این در واقع این قرار سورس پارتیکل من باشه. کنترل وای سولید میسازم، از افکت های ترابکو پارتیکل رو انتخاب کنم. خب این لایه پارتیکل منه که داره ایجاد میشه، اگه یادتون باشه توی پارتیکل گفتیم یه منبع داریم که ازش یه دونه منبع داریم خارج میشه، میتونستیم اینجا توی انوایرومنت گراویتی بدیم مثلا بیاد پایین این پارتیکله. حالا من یه دونه کنترل وای یه سولید همینجا بسازم، اسمش هم بذارم کف مثلا یا فلو کف،
میذارمش این پایینه، اینم سبودی کنم آر روتیشن 90 تا، نمیدارمش اینجا. خب قبل از که آلمان پارتیکلمون شروع کنیم، ما یه چیز داریم تو قسمت پارتیکل به نام تو قسمت فیزیکش. یکی از گزینامون بانسینگه. بانسینگ چیه؟ بر شما میتونید یه لایه مشخص کنید که به شکل ما برخورد کنه و باعث بانسینگ بشه. یعنی بذار من این الان من نگاه این حرکت میکنه، میبینید میز رو این کفه، میبینید و میتونه بانسینگ داشته باشه. بذار من زمان پارتیکلم هم زیاد کنم، اون بهشون میذارم 30 ثانیه. پس میتونه اینجا میبینید بریز زمین و پخش بشه، یا میتونه حتی بانسینگتون اگه بیاین صفر کنید اینجا زمانی که میریزه زمین دیگه پخش نمیشه، همونجا میمونه. خب تو این قسمت هم باز میتونید بگید بعد از پخشی، حالا یه به صورت فلوید یا تو این قسمت، میدونید این رو اینیبل کنید که یه حرکت نرمی داشته باشه این شکل شما بعد از حالا ریختن پارتیکل. من یه دونه صفر بزنم، میبینید آروم حرکت میکنه و پخش میشه. این تیکه که روشن بکنید، اما اگه بیاین این گزینه رو بلاکینگ رو روشن کنید، من این بالایه رو خاموش کنم، از خودش خاموش شد، خاموشش. خب میام این تیک رو روشن میکنم یه بار دیگه پلی، این به صورت نگاه حالت یه سیال میاد عمل میکنه، شبیه آب یه سیال، حالا گاز آب، میبینید خب حالا من میام لایم رو ریسیت میکنم، پس اینو میام میذارم رو حالت لایر که منبع پارتیکل من از لایه برشته بشه. تو قسمت ایمیتر لایه هم میام اینو میذارمش روی سورس. حالا زمانی که این پارتیکل ها دارن در میان، از این سورس داره در میاد که البته تعدادش هم خیلی کمه، من اینو میام میذارمش رو 5000 که متوجه بشیم این داره از این سورسه در میاد. حالا من میام ولسیتی اینا رو میکنم 0، شتاب اولیش رو میام میدارم 0. میبینید این به وجود میاد و همونجا میمونه. بعد عمر لایوشو، چون هم داره از بین میره، من لایوشو بکنم 30 ثانیه که اینو از بین نره. میبینید به این شکل میاد میمونه. حالا اگر اینو من میام بذارمش مثلا 0 که یه از سایزی خواهی مقدار میاد سایز میده این ایمیتره، این الان دیگه نگاه شکله زمانی که حالی پارتیکل در ایجاد میشه سر جای خودش میمونه، میبینید پس این هم من کردم 0. حالا میام گراویتیمو میام میذارم 500، چه اتفاق بیفته؟ اینا بیاد پایین. حالا باز میام تو قسمت بانسینگم اینم معرفی کنم به عنوان کف، کف شکل من این باشه 0. و این به این شکل داره میریزه پایین و حرکت میکنه. حالا اگه همین فرمو دوست دارید میتونید این فرمی ادامهش بدید، اگرم نبخواین حالت اون سیاله بشه میتونید بیاین بانسینگتون رو بکنید 0.
استکاکش هم حالا مثلا 50 تا. وقتی که بانسینگ دیگه نداره میام اینجا قسمت فلوکینگش میکنم رو حالت سیال، اینم بذارم 5 تا که مقدار پراکندهش میکنم. خب یه مقدار این خیلی نازکه، من این رو میام بذارمش 10 تا. زخامت تر رو میام بذارم 10 تا یا 20 تا. بعد بیام سایزش هم بکنم 3، سایز کوچیک‌تر بشه. تعدادش هم دیگه حالا برسونم اونجایی که میخوام، ماکسیموم یا هر 1,000,000 پارتیکلی که میخوام. حالا 0 حالا اگه لازم باشه موشن بلور هم میتونید روشن بکنید تو این قسمت، موشن بلور کامپتون رو که دوست داشته باشید به صورت موشن اینا حرکت کنن بریزن روی زمین. من حالا با موشن رو روشن کنم موشنشن که یالا هر کدوم خواستید با موشن یا بدون موشن. خب اینم شد خروجی کارمون که به این شکل رندر شد. حالا این ماسکم تا آخر نرفته بودیم، همینجا از اینجا داره میریزه.